خانم میلانی میگفتن من از مخالفان این کارت بانوان هستم و از من درخواست کردن که پخش زنده که شد راجع به مسئله صحبت کنم. چرا شما جز مخالفان خانم میلانی؟ ببینید، علت اینکه این نوع پارک ها به وجود بیاد در واقع برای حفظ امنیت خانم هاست، یعنی میخوان به لحاظ اخلاقی جامعه سالم تر باشه، زنا بتونن ورزش کنن بدون که مزاحمت نیست داشته باشه. نه نمیرسیم. ببینیم، ما میتونیم یه مسکن کوتاه مدت برای جامعه بدیم، بگیم خیلی خوب ما پارک ها رو زنونه میکنیم، اتوبوس ها رو زنونه مرد نمیکنیم. نه این کار نمیکنه. ببینید، اینا میگن ما 1357 پارک در کل شهر تهران داریم. از این 1357 پارکی که داریم، تازه به این دست نمیزنن، این 1357 تا جای خودش اومدن 5 تا پارک رو میخوان اختصاص بدن. در نظر من حتی این هم اشتباهه. یعنی شما اگر به قول معروف زیربنایی و ریشه فرهنگی که جامعه رو درست بکنید و اصلاح بکنید، نیازی به این جدا سازی نیست. بالاخره یادتون باشه، ببینید ما تو محیط کاری با مرد هستیم، تو محیط خونه خانواده با مرد هستیم، تو محیط شهری خرید هر چیزی که ما می‌بینید، شما نمی‌تونید بیاین همش اینا رو از هم جدا بکنید. ما متناسب سازی با داشته باشیم. نه این متناسب سازی نیست. اون نظر من، ببینید هر نوع فاصله گذاری بین زن و مرد که در واقع دو نیمه هم است، کار اشتباهیه و کمک میکنه اتفاقا جامعه سلامتش رو از دست بده. این همه کشور تو دنیاست، مگر خدای نکره مزاحمتی برای بانوان الان میلانی. الان تو ایران که جدا سازی است خیلی بیشتر مزاحمت میشه. من یه آمار رو میخوندم اشتباه نکنم، روزنامه ها دو سه روز پیش نوشتن 1414 تا آدم کشته شده در تهران سال گذشته با اسلحه. حالا بیاین امریکاش هم اول آدم نمورده، اول سوی مردم میترسن. ولی راجب همین فضا که صدا، ببین من خودم رفتم از نزدیک این پارک رو دیدم. واقعا وقتی که تو فضا قدم میزنی با راحتی میتونی ورزش کنی، یه فضایی هستش که تو راحت میتونی ورزش بکنی و خیالت از بابت دیگه جمع باشه که مزاحمتی نمیخوای داشته باشی. من امریکا و اروپا میرم تو پارک ورزش میکنم با خیال راحت. همینه، ببینید ارزم همینه. هر چقدر شما این فاصله گذاری ها رو بکنید دیرتر میرسید به اون مسئله که من خدمتون عرض میکنم. و چطور ممکنه من برم توی یه پارک توی اروپا یا امریکا راحت ورزش کنم، تو ایران نمیتونم؟ خب برای اینکه شرایط فرهنگی بله. پس بیاین شرایط فرهنگی رو درست بکنید، بیاین آموزش که مهمترین اصل برای رشد یک کشور، آموزش رو ما بالا ببریم نه جدا سازی. بله بنده واقعا به شدت مخالفم و هر بار که یک فضایی رو به اسم زن ها ثبت کنن باز نگرانی سکندا میشه که ما داریم باز به عمق، یعنی به فاجعه بیشتری داریم دامن میزنیم. واقعا مخالفم. من بهتون میگم حتما بریم پارک نزدیک تو شاید نظر بدید. اصلا شک ندارم حق با شماست. حق با شماست. یعنی الان اونجا بریم منم خیلی احساس خوبی خواهم داشت، حجاب نخواهم داشت، ورزش خواهم کرد، میتونم آفتاب بگیرم، حتما حق با شماست. یعنی چیزایی که دریغ شده تو جامعه بهم داده خواهد شد اونجا. اما این معنیش این نیست که این یک برنامه موفقه و در دراز مدت ما به نتیجه گیری خوبی خواهیم رسید. میدونید به نظر من با تعارف فقط این جامعه رو غرقش میکنیم، کمک نمیکنیم که جلو بره. بنابراین اگر من اجازه داشته باشم میتونم یک ساعت دو ساعت اصلا راجع به این مسئله توی رسانه عمومی باز صحبت کنم، حتی سمینار بذارم بنده نظرم بگم. شما با من مخالف که صحبت میکردید، ما مثلا از طرف خانم مشیر که حالا توی گزارش داشتیم از موافقین این طرح هم در واقع دعوت میکردیم نظرات دو طرف رو میشیم که حالا شاید باب این قضیه باز بشه. نه اشتباه نکنیم، ببین موافقین و مخالفین شما چطور ارزیابی میکنین روی پروژه؟ شما میتونید سوال بکنید در کوتاه مدت یا در دراز مدت. کوتاه مدت مسکن خوبیه. بله الان خانما میتونن برن واقعا ورزش کنن، آفتاب بگیرن، خیلی از مسائل رو بگذارن کنار. اما در دراز مدت اون یه بحث دیگریه، کاملا صدمه خواهد. حالا امیدواریم که ما صدمه نزنیم. من اجازه هم یه مثال بزنم. ببینید من بچه که بودم در کودکستان، دبستان، راهنمایی، حتی دبیرستان رو غیر از سالهای آخر دبیرستان مدرسه ما مختلف بود، پسر دختر با هم بودن. بعد که من دانشگاه رفتم تفاوت عمده‌ای رو احساس می‌کردم بین خودم که دانشجوی مثلا رشته معماری علم و صنعت بودم با یه خانم دیگری که از یک شهر دیگه یا یه مکان بسته‌تر اومده بود. من خیلی به راحت‌تر و بهتر فکر می‌کردم، خیلی بیشتر مردهای اطرافم برای من به قول معروف چی میگن برادرتر بودن تا برای اونایی که این محیط رو تجربه نکردن.
من با جداسازی مخالفم، چون به عینه حتی در تجربه فردی و شخصی اینو دیدم که به شدت کمک میکنه به ارتباط بهتر، ارتباط سالم در انسانی در، یعنی هم کلاس پسرم یا مرد همکار مردم همیشه برای من یک انسان بوده. من جنسیت نمیدیدم. یعنی این بستر باید توی جامعه ما مهیا بشه، فرهنگ سازی بشه. خود الان چه کار ما داری میکنی؟ خب الان شاید مشکلی باشه که قدم به قدم باید جلو بریم که این اشکالات و این ایرادات رو حل کنیم. ما ببینیم، ما مستقیم میدیم. متاسفانه الان سیستم ما مستقیم رو تدریق کنیم. نه شما وقتی به مستقیم فکر کردین دوزو بالا میبریم فقط. خان میلانی مرغ یه پا داره. نه ریشه ای آقا، ما تو کدوم کار فرهنگیمون الان ریشه ای عمل میکنیم؟ تو این 30 سال ما چه کار کردیم برای اینکه رشد کنیم زنان و مردان ما برنزدیک کنیم؟ خیلی پیشرفت کردیم. ببینید همین حضور در واقع بانوان توی عرصه های مختلف، هم که شما الان اینجا نشستید دارید صحبت میکنید، اتوماتیک میومدن. ببینید من اتوماتیک کارگردان یا یه مهندس میشدم، ولی شما ببینید الان تو رده های بالای حکومت ما کدوم زن برجسته؟ نه به نظر هستش، حالا مفصل صحبت میکنیم، برگردیم رو بحث معماریمون. آشپزخونه آره، داشتیم با هم دیگه راجع به این صحبت میکردیم. من آشپزخونه شما چجوریه؟ راضی هستین از فضای آشپزخونه؟